سندیم به خدا رو شاکر که در ایام خجسته هفته وحدت و در آستانه فرارسیدن میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه ما سلام، جمع حاضر و همه مشتاقان نماز جمعه تهران پس از 20 ماه دوری از این میعادگاه عشق و عرفان و ایمان دور هم جمع شدیم و سجده شکر به درگاه خداوند متعال می ساییم و او را شاکریم. خواهش میکنم و تمنا دارم از همه شما مؤمنین و مؤمنات که عنایت فرموده پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری هایی که مقرر شده است رعایت بفرمایید و همکاران عزیز بنده رو در ستاد برگزاری نماز جمعه تهران یاری رسان باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش دادن به خطبه ها واجب و سکوت لازم، سکوت لازم. و احمل علیکم تحیات تجمع علماء المسلمین فی لبنان، هذا التجمع الذي يضم 260 عالما من السنة والشيعة. وقتی ببینیم دشمنان برای استحاله هویت امت اسلامی هر روز برنامه تازه ای دارن، معلوم میشه این همه تأکید اولیاء خدا، این همه تأکید پیامبر عظیم الشان و قرآن کریم به چه دلیله. بنابراین مسئله وحدت و مسئله اتصال ایمانی و اخوتی امت مسئله اساسی است. ضمناً حضور جریان نفاق به نیابت از کفر نقابدار، کفر نقابدار در متن امت اسلامی دائم در صدد طراحی و توطئه و تولید فتنه برای به جان هم انداختن مؤمنینه. در این جریان شیاطین جن هم همه سرمایه خودشون رو به میدان میارن. بعد از یک دوره محدودیت و محرومیت نماز جمعه ما مجدداً به ما برگشت. این کرونای منحوس یکی از بزرگترین خسارتهاش محدودسازی مجامع معنوی و مذهبی ما و مساجد ما و نمازهای جماعت ما بود و از همه اینها خسارتش سنگین‌تر نداشتن نماز جمعه بود، اون هم نماز جمعه در تهران. الحمدلله مجموعه نهادهای دینی در این ایام به نفع سلامت عمومی مردم و بر اساس هدایت رهبر حکیم با عالی قدر اون خوش درخشیدن. تشکر میکنیم از همه ائمه جمعه عزیزمون و از همه نمازگزاران. گاهی ما تا 700 نماز جمعه در ایام کرونا داشتیم ولی هیچ تذکر نداشتیم، اینقدر خوب رعایت شد پروتکل ها. و گاهی هم البته تعداد برگزاری نمازهای جمعه ما از 880 خورده ای به 15 نماز رسید، هماهنگ با جریان پیک های کرونا. در این 20 ماه گذشته حوادث تلخ و شیرین فراوانی داشتیم. اولا پیروزی بزرگ و بی‌نظیر ملت عزیز ما در برابر فتنه ها و حوادث گوناگون بود. از یک سو این جریان بیماری وحشی کرونا، بلیه جهانی و آسیب های فراوانی که به اقتصاد مردم، زندگی مردم، جریان عادی زندگی اونها به مسائل فرهنگیشون و اجتماعیشون وارد کرد و مهمترین تلخیش هم از دست رفتن روزانه تعدادی از عزیزترین کسان ما بود که در بین اینها بسیاری از مؤمنین و خوبان در این
20 ماه از دست رفتند. از طرف دیگر ظلم مضاعف و جنایت انسانی امریکایی ها بود و عواملشون در تشدید تحریم ها که این رو هم در جریان مبارزه با کرونا دیدیم. از سوی دیگر کم تدبیری هایی بود که دشواری های فراوانی رو به وجود آورده بود. عرض میکنیم 20 ماه هست که کادر خدمات و پزشکی کشور و سلامت کشور در صف مقدم این مبارزه حضور داره. به همه این عزیزان خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، ازشون صمیمانه تشکر میکنیم، براشون آرزوی توفیق میکنیم و در برابر شهدای عزیز سلامت سر تعظیم میاریم. امریکایی ها هم در داخل شکست خوردن با اون افتضاحی که در انتخاباتشون به بار آوردن. هم پس از انتخابات رفتارهای عجیب غریبی که در اونجا سر زد، هم در جریان منطقه غرب آسیا شکست راهبردی رو تحمل کردن. آخرین حلقه این شکست‌های زنجیره‌ای استکبار جهانی در افغانستان بود. ملاحظه کردیم این شکست بی‌نظیر در بزرگترین لشکرکشی تاریخ تأسیس آمریکا در این 200 سال. و همینجا البته ما ضمن تسلیت به مردم شریف و عزیز و برادران و خواهران در افغانستان از مسئولین کنونی افغانستان توقع داریم هم پیگیری کنند، هم مراقبت کنند از جان مردمشون، به ویژه جان نمازگزاران عزیز. اما در داخل کشور شکلگیری یک مجلس انقلابی با یک رئیس جهادی، از طرف دیگه به حمدالله قوه قضاییه بعد از 2 سال طرح تحول با حضور ریاست ارجمند جدیدش حضرت آقای اژه‌ای عزیزمون به حمدالله روکرد تحولی و انقلابی خودش رو با قوت و سرعت بیشتری داره ادامه میده. به حمدالله تشکیل دولت مردمی انقلابی هم توفیق بزرگ دیگری بود که ملت عزیز ما داشتن. الحمدالله با نشاط با روکردهای انقلابی در همین مدت 2 ماه امیدهای فراوانی رو برانگیخته. در بخش‌های دیگری هم از جمله در شورای شهر تهران و حضور شهردار انقلابی جدید در تهران عزیزمون هم خبر خوب دیگری است. اخیراً هم صدا و سیما رئیس جدید دیگری پیدا کرده، باز روی کرده انقلابیش انشاءالله تقویت خواهد شد. وجود فاصله و شکاف بین مسئولین و مدیران با مردم، این به هر بهانه‌ای که باشه خواست شیاطینه. انشاءالله مسئولین محترم عزیز ما در بخش‌های گوناگون قوا فرصت حضور در نمازهای جمعه رو غنیمت بشمارن. کسانی که به اموال عمومی تجاوز کردن، کسانی که بیت المال رو بهش آسیب زدن، اینها باید رهگیری بشن، اینها نباید آسایش طلب بشن، باید دنبال بشه و از حلقوم اونها منابع ملی بیرون کشن. وحدت قوا کار رو خیلی پیش خواهد برد، مخصوصا در این هدف گذاری ها، به ویژه در پیگیری فوریت ها و شکستن شاخ قول بیشاخ و دم گرامی که همجور عربده میکشه وسط زندگی مردم. امیدواریم ان شاء الله مهارش کنن، شاخش رو بشکنن. العظيم الحكيم.
سمع الله.